سلام دوستان نهایت ترجمند، با چند خبر مهم روز لطفاً با ما همراه باشید. جنایت های نابخشیدنی گروه تروریستی طالبان باز هم ادامه دارد. جناب دکتر حسن قانونی که مدت در هردوی ملی منیس دکتر بود و به مردم و وطن خود خدمت کرد، اما با آمدن گروه دهشت و وحشت اینگونه به شهادت رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. ما نمی توانیم عکس جسد سوخته را در داخل ویدیو نشان بدهیم، ولی شما که عکس را در روی ویدیو دیدید که به چی بهرحمی او را سوختاندند و فقط گناهش امروهی با اردوی ملی سابق بوده و بس. و این هم خبر دیگر. با شنیدن این خبر هم خرسند می شوید و هم ناراحت. همایون افغان گزارشگر موفق و خوش برخورد که چند ماه قبل از کشور به ترکیه سفر کرده بود و در آنجا هم به کارهایش ادامه داد. مثل همیشه گزارش‌هایش پربیننده ترین برنامه ها بود. همایون افغان جوان شجاع، دلیر و خوش برخورده است. او همیشه در گزارش‌هایش یادآور شده است که به هیچ یکی از کشوری نخواهد مهاجر شد، چون او وطن و هموطن خود را خیلی دوست دارد و نمیتواند در خارج از کشور خوشحال بماند. با آب و هوای وطن احساس آرامش و خوشحالی میکند. زیبایی کشورهای دیگر نمیتواند چنین آرام بخش برایش باشد، با آن که در همه کشورها همایون افغان علاقمندان بیشماری دارد، ولی باز هم ترجیح داد دوباره به وطن باز گردد. امروز با ترکیه خداحافظی کرد و راهی وطن شد، چون ماه مبارک رمضان در راه است و همایون افغان با گزارش های شریعش می خواهد باز هم میمون خانه های هموطنان من باشد و در ماه مبارک رمضان در کشور خود در کنار هموطنان خود بماند. دوستان زیادی از این تصمیم همایون افغان خرسند شدند، ولی اکثریت ناراحت، چون در افغانستان فعلا اتفاقات ناگواری رخ می دهد و جوابگویی هم وجود ندارد. طالبان از 10 روز به این سو خالد قادری، شاعر و روزنامه نگار و برادر حمیرا قادری، نویسنده پرحوازی افغانستان را در بند نگه داشتند. منابع میگوید که طالبان او را به اتهام تبلیغ در برابر نظام بازداشت کرده اند. خالد قادری از منتقدان رفتارهای طالبان است. او از منتقدان وضعیت و رویکردهای دستگاه قدرت پیش از آمدن دوباره طالبان نیز بوده و باورهایش را آزادانه بیان کرده است. به همین دلیل هست که برگشت همایون افغان عزیزانش را نگران ساخته است. دوستان لطفاً در مورد این همه خبرها نظریات خود را داشته باشید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.